در چند روز گذشته عکس های از رضا رفعت و به اجتماعمند در تمام صفحات اجتماعی و سرخط تمام اخبارها بود. به هر دوی اینو جان و به تمام جوانان عزیز ما افتخار میکنیم که امروز راه کسب علم و دانش در پیش گرفتن و در هر کجا هم با استفاده از دانش خود افتخار آفرینی میکنن. به اینا ما تبریک میگم، موفقیت های بیشترشان رو میخواییم. اما در رابطه به رضا رفعت، در دو روز گذشته هموطنان ما در صفحات فیسبوکی خود از فقر و ناداری و بیچارگی رضا رفعت گفتن، از خانواده فقیرش گفتن. حتی هموطنان صدا بلند کردن که ما رضا رفعت کمک میکنیم و یعنی هموطن ما واقعا بسیار غیر مسئولانه بگیم یا هر چیزی که شما نام میذارین چند پولی رو به رضا داده و عکس خودم در فیسبوک نشر کرده که مردم ببینن که خیر خواستی خیر خواهی نیست. یادمون باشه که رضا رفعت در یک خانواده فقیر بینوا اما با همت بالا و هدف رسیدن به جایگاهی که خودش میخواست رشد کرد. رضا در خانواده متمول و خانواده ثروتمندی رشد نکرده بود. پس اگر ما واقعا خواهان هزی هستیم که رضا را تشویق کنیم، لطفا اعلانات را که در صفحات فیسبوک انداختین که باید ما کمک کنیم برداریم. من یقین دارم که رضا رفعت با همی همت بالایی داره، با همی زندگی خود خود ساخت و زندگی خود از بیخ خودش می سازه، به تحصیلات خود ادامه میده و بار مشکلات هم متحمل میشه. مشکل بود که رضا را ساخت. شاید اگر رضا در یک خانواده متمول و سرمایه دار می بود، امروز به این درجه اعلی در کشور نمی رسید. بذاریم که با همی سعی و تلاش رضا جایگاه خود پیدا کنه. اگر علاقمند هستیم، دوستایی که در خارج هستن، خب بهتر است یک صندوق حمایت از معارف افغانستان باز کنن. یک مرتبه یک آدسیک میشه، همگی ما هیجان زده میشیم، هر کدام حرفایی میزنیم، هر کدام وعده ها و وعید هایی میدیم، این کار رو میکنیم، این کار رو میکنیم، چرا این کار تاله نشده، باید این کار کنیم. فردا از شدت افتار ما کاسته میشه و پس فردا فراموشمون میشه. این خصلت ببین دای گرامی، ما در 40 سال زیاد تجربه کردیم. اما اگر واقعا هموطنان ما میخواین که مصدر خدمتشان به هموطنان خود، میتونن صندوق حمایت از معارف در کانادا باز کنن، در اروپا باز کنن، در امریکا باز کنن. برن به دنبال شاگردانی که واقعا استعداد داره، واقعا خود توارز داره، یعنی تبارز کردن و نشان دادن که میشه بالایشان سرمایه گذاری کنه، بالا از اونا سرمایه گذاری کنه، مصارف تحصیلشان رو بپردازه، مصارف خانوادهشان رو بپردازه، تا اونا با استفاده از امکانات با خاطر آرام تحصیل خواهی کنن. البته بیندای گرامی، من نمیفهم، من اجازه ندارم نام بگیرم، هموطنی از کانادا رفتن، خب اجازه یا نداشتنش مهم نیست. آقای ابراهیم قاسمی از کانادا رفتن به افغانستان از سال 2001 و امروز ما نتیجه بودن آقای ابراهیم قاسمی را در داخل افغانستان میبینیم. از مکتب ابتدایی شروع کردن، متوسطه شد، لیسه شد، پانتون شد، بالاخره ماستری گرفتن و تنها در کابل فعالیتهایشان خلاصه نشد، با ولایت رفتن و فعلا هم سیستم بسیار خوب ایجاد کردن و در کانادا هم حمایت میشن. اما اینا هیچ وقت نخواستن که این فعالیت های خود براخ مردم بکشن، ولی از دید من باید کشیده شد تا هموطنان ما همون میتونن همون یک سیستم ایجاد کنن. معارف ما و شما ارقد کرشت کنه بیندای گرامی، ارقد تعداد باسوادان ما زیاد شد، به مو اندازه ما از مشکلات آینده کاستیم، ما به مو اندازه از نفوذ
تروریست ها و دایش های کفری و مبلغین دروغین اسلام کاستیم، چون هموطنان ما با زیور علم و دانش آراسته میشن و او وقت حاضر نیستم که هر حرف که کسی برشان بزنه او را قبول کنن، با منطق خود استدلال میکنن. اما فعلا وقتی جامعه بی سواد هست، اکثریت مردم ما بخصوصا در ولایت از نعمت سواد بدور هستن، هر کسی کامد یک چیز برشان گفت قبول میکنن، میگن اینی واقعیت است، چون خوی استدلال ندارن. پس اگر ما واقعا میخواییم کار کنیم، بهترین کار تعقیب شیوه آقای ابراهیم قاسمی است. و اگر اونا اجازه دادن، باز ما در آینده مفصلا در رابطه با کارهایی که آقای قاسمی در همکاری با جامعه محترم اسلامی افغان در کانادا کردن بر شما معلومات میتونم. واقعا در تاریخ افغانستان نه سابقه داشتن، نه نظیر داشتن و نه خاتم ادامه پیدا کنه توسط دیگران.